سلام، امروز میخوام در مورد از دست دادن حمل و سقط خود به خودی جنین مطالب چندی را برای شما شریک سازم. با اظهار امتنان از مشارکت کنندگان شبکه بهداشت باروری پناهندگان کالیفرنیا، رپرونت و انستیتوت تحقیق نتایج بیمار محور شبکه بهداشت باروری پناهندگان کالیفرنیا در سال 2019 تأسیس شده که هدف آن تقویت مشارکت جامعه علمی پناهندگان و بحث و گفتگو با جوامع پناهندگان در رابطه با تجارب و اولویت های آنها برای سلامت باروری جنسی و مراقبت بهتر از زن می باشد. این شبکه مشتمل است بر محققین، زنان پناهنده و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و اجتماعی برای پناهندگان. از دست دادن نوزاد قبل یا در حین زایمان برای اکثر خانواده ها یک تجربه ناخوشایند است. از دست دادن حمل به طور خود به خودی قبل از تکمیل هفته 20 بارداری به عنوان سقط خود به خودی جنین شناخته می شود. گاهی اوقات ممکن است اصطلاح دیگری مثل سقط زودرس را بشنوید. سقط زودرس به طور خاص در کمتر از 13 هفته بارداری اتفاق می افتد. اولین واقعیت را که می خواهیم اینجا تاکید کنم این است که سقط خود به خودی جنین به معنی این نیست که حمل جنین مشکل ساز بوده است. در بیشتر مواقع از دست دادن بارداری و سقط جنین زمان اتفاق می افتد که همه چیز برای رشد یک نوزاد سالم مناسب نیست. به عنوان مثال، بیشتر اوقات جنین غیر قابل دوام است و به درستی رشد نکرده است. این بدان معنی است که سقط جنین یک راه طبیعی برای جلوگیری از تولد نوزادان با ناهنجاری های متعدد یا اختلالات ژنتیکی است. بنابراین واقعیت سقط خود به خودی جنین اکثرا نتیجه ناهنجاری های ژنتیکی است، نه به دلیل اینکه مادر نمیتواند جنین را حمل کند. بارداری همچنین ممکن است در هر زمان پس از 20 هفته کامل بارداری تا زمان زایمان از بین برود. این ختم بارداری به نام مردزایی شناخته می شود. مردزایی حدوداً از هر 160 تولد یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. علت مردزایی اغلب ناشناخته است و می تواند قبل از زایمان یا در حین زایمان اتفاق بیفتد. نشانه معمول مردزایی کاهش حرکت کودک است. سقط خود به خودی جنین شکل معمول از دست دادن حمل بوده و ممکن است در همه خانواده ها بدون در نظر داشته قومیت، فرهنگ، مذهب، سطح تحصیلات یا درآمد اتفاق بیفتد. سقط زودرس بارداری شایع است. در ایالات متحده آمریکا تحقیقات نشان می دهد که سقط جنین به اندازه شایع است که 10 مورد از 100 بارداری شناخته شده ممکن به دلیل سقط خود به خودی از بین رفته باشد. بنابراین این عدد می تواند بسیار بیشتر باشد. به یاد داشته باشید بیشتر اوقات سقط جنین ممکن است حتی قبل از اینکه مادر متوجه بارداری خود شود اتفاق بیفتد. بنابراین واقعیت امکان سقط خود به خودی جنین در تمام خانواده ها موجود است. چرا سقط خود به خودی جنین اتفاق میفتد؟ در ابتدای این جلسه تاکید کردم که سقط خود به خودی جنین میتواند راه طبیعی برای کاهش چانس تولد جنین های غیر قابل زنده ماندن باشد. زنان بارداری که اطفال خود را از دست داده اند همیشه به گذشته نگاه می کنند تا ببینند چی کار انجام داده اند که ممکن است باعث سقط جنین شود. اما سقط خود به خودی جنین تقریبا همیشه تقصیر مادر نیست. تاکید می کنم که فعالیت های معمول مانند برداشتن اطفال بزرگتر، کار در خانه، ورزش، داشتن رابطه جنسی یا تهوع صبحگاهی بارداری معمولا باعث سقط جنین نمی شوند. برخی از عوامل خطر وجود دارند که ممکن
خطر سقط خود به خودی جنین را افزایش دهند. باید داشته باشید آنها علت نیستند، اما می توانند خطر را افزایش دهند. یکی از این عوامل خطر سن مادر بالای 40 سال است. سایر عوامل خطر می تواند برخی از شرایط صحی در مادر باشد، مانند دیابت یا بیماری تیروید، انواع خاصی از عفونت و برخی ناهنجاری ها در رحم یا دهانه رحم. همچنین سیگار کشیدن و مصرف زیاد الکل یا مواد مخدر می تواند خطر سقط خود به خودی جنین را افزایش دهد. اکثر مطالعات علمی حاکی از آن است که مصرف قرص‌های ضد بارداری قبل از بارداری باعث از دست دادن زودرس حمل نمی‌شود. اگر از IUD برای پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنید، این مورد هیچ ارتباطی با افزایش سقط جنین در حاملگی‌های آینده پس از برداشتن IUD ندارد. با این حال اگر برای جلوگیری از بارداری از IUD استفاده می کنید و باردار می شوید، ممکن است آن بارداری ناخواسته با سقط خود به خودی جنین خاتمه یابد. بنابراین واقعیت، اگر سقط خود به خودی جنین را تجربه کرده اید و قبل از بارداری از داروهای ضد بارداری خوراکی استفاده کرده اید، دلیل آن نبوده است. سقط جنین ممکن است علائم و نشانه های متفاوتی داشته باشد. اگر در مراحل اولیه این اتفاق بیفتد که مادر از بارداری آگاه نباشد، ممکن است علائم قابل توجهی نداشته باشد. اگر برای یک زن باردار سقط خود به خودی جنین اتفاق بیفتد، یکی از علائم زیر را تجربه می کند: خونریزی خفیف تا شدید واژینال، گرفتگی شدید یا درد شکم، درد شدید در قسمت کمر، تب. همراه با هر یک از علائم بالا، عبور بافتی که شبیه لخته های خون از واژن است. بنابراین واقعیت، اگر این علائم را دارید، فوراً با دکتر معالج خود تماس بگیرید و او و شما خواهد گفت که به بیمارستان یا بخش عاجل بروید. با در نظر داشت اتفاقی که در طول سقط خود به خودی جنین رخ داده است، یک مادر باردار ممکن است به درمان‌های طبی یا جراحی نیاز داشته باشد. اگر یک سقط خود به خودی ناقص اتفاق بیفتد، یعنی مادر برخی از قسمت‌های بافت‌ها و مواد جفتی را از خود خارج کند، اما برخی از آنها در بدن او باقی می‌ماند، در این صورت دکتر باید در مورد مرحله بعدی تصمیم بگیرد. 1. اگر علائم عفونت در مادر مشاهده نگردد، یک گزینه این است که صبر کند و اجازه دهد بافت به طور طبیعی خارج شود. 2. تجویز داروی خوراکی که به دفع بافت کمک می کند. 3. در صورت وجود علائم عفونت، خونریزی شدید یا سایر شرایط طبیعی، جراحی توصیه می شود. جراحی می تواند به صورت استفاده از روش وکیوم یا اتصاع و کورتاژ باشد و این روش است که در آن دکتر از ورود دهانه رحم برای دسترسی به رحم استفاده کرده و بافت را از داخل رحم خارج می کند. همانطور که یادآور شدیم، از دست دادن یک سقط زودرس جنین یک رویداد یک بار و مربوط به چالش های کروموزومی آن جنین است. بناهن از دست دادن حمل به طور مکرر به ندرت اتفاق می افتد. اگر چندین بار دچار از دست دادن جنین شده اید، می توان آزمایش و ارزیابی را برای یافتن علت انجام داد. حتی اگر هیچ دلیل پیدا نشود، اکثر زوجها بارداری موقتی خواهند داشت. به این حال بسیار از ارائه دهندگان مراقبت های صحی زنان را تشویق می کنند که حداقل چند ماه صبر کنند تا بتواند بدن خود را تقویت کرده و چانس بارداری سالم بعدی را افزایش دهند. واقعیت از دست دادن واقعیت هفتم از دست دادن مکرر حاملگی معمولا نادر است.
همانطور که در ابتدا اشاره کردم، از دست دادن بارداری برای همه اعضای خانواده به خصوص مادر باردار ناراحت کننده است. ممکن است احساس غمگینی و افسردگی داشته باشید، زیرا بدن شما تغییرات هورمونی چشمگیری را تجربه می کند. مهمترین موضوع بعد از دست دادن حمل برای مادر این است: 1. مراقب سلامت روحی و عاطفی خود باشید. 2. ناراحتی بعد از دست دادن بارداری اشکال ندارد. خود را سرزنش نکنید. درخواست کمک کنید. با دکتر خود صحبت کنید و درخواست مشاوره های حرفه‌ای را بنمایید. به صورت حضوری یا آنلاین به گروه حمایتی بپیوندید. با شوهر، اعضای نزدیک خانواده یا دوستانی که میتواند برای حمایت با آنها تکیه کنید صحبت نمایید. تمام وسایل کودک را که ممکن است به شما یادآوری کند که چه اتفاق افتاده را نگه دارید. مراقب سلامت جسمانی خود باشید. پس از سقط، جنین به مدت 1 الی 2 هفته از داشتن رابطه جنسی خودداری کنید. خوب غذا بخورید و استراحت کنید تا بدنتان بهبود یابد. وقت 8. ناراحتی بعد از دست دادن بارداری اشکالی ندارد، اما خودتان را سرزنش نکنید. باید داشته باشید بیشتر سقط‌های خود به خودی جنین یکی از انواع اتفاقات است و به بارداری‌های آینده مربوط نمی‌شود و یا قابل پیشگیری نیست. به این حال زنان می‌توانند از بارداری سالم آینده خود با رعایت موارد زیر حمایت کنند. مراقبت‌های منظم دوره بارداری، رژیم غذایی سالم و متعادل، کنترل وزن قبل و حین بارداری، مصرف ویتامین های دوران بارداری، خودداری از کشیدن سیگار و مصرف الکل و مواد مخدر در دوران بارداری. در اینجا مرور مختصر از آنچه امروز آموختیم آورده شده است. واقعیت اول، سقط خود به خودی جنین اکثر نتیجه ناهنجاری های ژنتیکی است، نه به دلیل اینکه مادر نمیتواند جنین را حمل کند. واقعیت 2، اگر طفلتان کمتر از حد معمول حرکت می کند، فوراً با دکتر خود تماس بگیرید. واقعیت 3، سقط خود به خودی جنین در تمام فامیل ها اتفاق می افتد. واقعیت 4، سقط خود به خودی جنین تقریباً همیشه تقصیر مادر نیست. واقعیت 5، اگر سقط خود به خودی جنین را تجربه کرده اید و قبل از بارداری از داروهای ضد بارداری خوراکی استفاده نموده اید، دلیل آن نبوده است. واقعیت 6، اگر این علائم را دارید، فوراً با دکتر معالج خود تماس بگیرید و او به شما خواهد گفت که به بیمارستان یا بخش عاجل بروید. واقعیت 7، از دست دادن مکرر بارداری معمولاً به ندرت اتفاق می افتد. واقعیت 8، ناراحتی بعد از دست دادن بارداری اشکالی ندارد، اما خودتان را سرزنش نکنید. در قسمت پایان این جلسه قرار داریم. لطفاً اگر سوالی دارید مطرح نمایید. برای بررسی مطالبی که ارائه کردیم 3 سوال از مخاطبان دارم. لطفاً در مورد هر یک از این جملاتی که کنین می خوانم فکر کنید. با من پاسخ دهید که آیا این جمله درست است یا غلط. سوال اول، اگر من یک بار سقط خود به خودی جنین را تجربه کنم، توانایی آن را ندارم که بعد از آن طفل سالم به دنیا بیاورم. آیا این درست است یا غلط؟ شما چی فکر میکنید؟ همانطور که قبلا ذکر کردم، سقط خود به خودی جنین اغلب یک اتفاق است و بر بارداری بعدی تأثیر ندارد. سوال دوم، من اشتباه کردم و تقصیر من است که طفل خود را از دست دادم. آیا این درست است یا غلط؟ شما چی فکر میکنید؟ همانطور که قبلا ذکر کردم، اغلب سقط خود به خودی جنین نتیجه اعمال مادر نیست و به دلیل ترکیبات ژنتیکی ناقص یا اشتباه اتفاق میفتد. به عنوان سوال سوم، درست یا غلط؟ احساس ناراحتی بعد از
دست دادن بارداری اشکالی ندارد. همانطور که در مورد سخت خود به خودی جنین بحث کردیم، اغلب اوقات یک تجربه غم‌انگیز برای مادر و خانواده است. مادر به ویژه تغییرات هورمونی را تجربه می کند که می تواند بر سلامت عاطفی او نیز تأثیر بگذارد. ناراحت شدن و کمک خواستن اشکالی ندارد. شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک ریپرونت و ایمیل با ما به تماس شوید و یا در صورت لزوم درخواست پاسخ به سوالات یا منابع بیشتر را از کار کنید قضیه خود نمایید.